در حالی که تروریسم به عنوان تهدیدی پیچیده دائما در حال تکامل چند وجهی شدن است، اعضای سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند تا به دنبال پاسخی مؤثر برای آن باشند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خطاب به آن دسته از کشورهایی که در خط مقدم تلاش برای مبارزه با تروریسم هستند، تأکید کرد که تروریسم در هر نقطه از جهان تأثیر می‌گذارد و از مردم قربانی می‌گیرد. وی همچنین خاطر نشان کرد فقر، نابرابری و طرد اجتماعی به تروریسم کمک می‌کند. در ادامه افزود تعصب و تبعیض در فرهنگ‌ها، مذاهب و قومیت‌ها آتش تروریسم را شعله ور می‌سازد. کمیته بین المللی نجات برلین درباره خطر تشدید بحران رنجی و سختی و خشونت روزافزون برای پناهندگان در دنیا هشدار داد. به گزارش روزنامه دیولت آلمان، به گفته سازمان کمک رسانی کمیته بین المللی نجات در برلین IRC، اکثریت حدود 110 میلیون نفری که در دنیا از خشونت و جنگ فرار می کنند در خطر بدتر شدن رنج و سختی و شرایط زندگی قرار دارند. کمیته بین المللی نجات در برلین به مناسبت روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که از هر 5 آواری اجباری 4 نفر در 20 کشوری زندگی می کنند که انتظار می رود بحرانهای بشردوستانه آنها در سال آینده بدتر شود. بر اساس این گزارش، مرگبارترین مسیر برای مهاجران مسیر عبوری از دریای مدیترانه است. طبق گزارش IOM، تقریباً 2400 نفر در سال 2022 در این مسیر جان باختند که همچنین بیشتر از سال 2017 بوده است. پناهجویان افغانستان در اندونزی که سالها در شرایط نامناسبی به سر می‌برند، در بیانیه‌ای تأکید کردند کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به مشکلات آنان توجهی نمی‌کند. پناهجویان افغانستانی در اندونزی در بیانیه‌ای اعلام کردند هزاران پناهجوی افغانستانی بیش از 12 سال است که در اندونزی در بی سرنوشتی کامل به سر می‌برند. بیانیه می‌افزاید حدود 2 سال است که پیوسته تظاهرات می‌کنیم و خواستار توجه جدی سازمان ملل به مشکلات خود هستیم، اما هیچ توجهی برای رفع مشکلات پناهجویان افغان در اندونزی نشده است. این پناهجویان افغانستانی اظهار داشتند بسیاری از پناهجویان در اندونزی به دلیل سالها بلا تکلیفی با مشکلات شدید روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و در 3 سال اخیر دست کم 17 پناهجوی جوان خودکشی کردند. هزاران پناهجوی افغانستانی سالهاست که در شهرهای مختلف اندونزی در کمپ‌های مهاجرتی نگهداری می‌شوند، اما هنوز به پرونده آنها رسیدگی نشده است. روزنامه دی اکونومیک تایمز چاپ پاکستان با انتشار گزارشی از درخواست دولت عراق از دولت پاکستان و ابراز نگرانی از سرنوشت شیعیان در آن خبر داد. این روزنامه در ادامه گزارش خود که در شماره صبح امروز چهارشنبه منتشر شد افزود وضعیت فاجعه بار شیعیان پاکستان به ویژه آن شیعیانی که در منطقه کشمیر پاکستان زندگی می کنند موجب شد که این درخواست از سوی دولت عراق برای مقام‌های دولت پاکستان ارسال شود. به گفته این روزنامه، در بخشی از این پیام، علت عدم گسترش روابط عراق با پاکستان، وضعیت شیعیان کشمیر و عدم توجه دولت پاکستان به این موضوع است. در همین راستا گفتنی است، سرکنسولگری پاکستان چندی پیش در نجف بازگشایی شده بود که عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق، در دیدار با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان گفت که سفر زائران پاکستانی به عتبات عالیات تسهیل می شود و اتباع پاکستانی نه تنها از مرز شلمچه
بلکه از مرز مهران هم میتوانند عازم عراق شوند. به منظور احداث پروژه‌ای برای گسترش جاده‌ها و پل‌ها و کاهش ازدحام در قاهره، هزاران مقبره در یک گورستان وسیع و قدیمی اسلامی در معرض تهدید قرار گرفتند. گفتنی است این امر باعث اعتراض گسترده در میان محافظان و مذهبیون و همچنین اعضای خانواده‌های متوفی‌ها شده است. سایت میراث جهانی یونسکو اظهار داشت بسیاری از برجسته‌ترین خانواده‌های قاهره پیوند عمیقی با قبرستان‌ها دارند و در آنجا به دفن مردگان خود ادامه می‌دهند. شایان ذکر است پس از اعتراض رسانه‌های اجتماعی، رئیس جمهور کشور مصر عبدالفتاح السیسی هفته گذشته دستور تشکیل کمیته‌ای برای ارزیابی وضعیت و بررسی گزینه‌های موجود داد. از سوی دیگر دولت می‌گوید قصد تخریب بناهای تاریخی تعیین شده را ندارد، اما به گفته فعالان تنها 102 مقبره از میان بیش از 2.5 میلیون مقبره در این منطقه حکم عدم تخریب را دریافت کردند. در پایان گفتنی است یونسکو نیز میگوید این منطقه باید حفاظت شود. این پرونده در سپتامبر 2023 بررسی خواهد شد. محرومیت‌هایی که علیه زنان مسلمان در فرانسه اعمال می‌شود، ریشه در تبعیض و نژادپرستی آشکار در این کشور دارد. محرومیت زنان مسلمانی که در فرانسه پوشش دارند، نظم هژمونیک که اعمال شده در این کشور و همچنین تبعیض جنسیتی و نژادپرستی را که مشخصه آن است، آشکار می‌کند. فرانسه در دهه‌های اخیر که تغییرات جمعیتی قابل توجهی را تجربه می‌کند، به ویژه در رابطه با مذهب، این تغییر با افزایش تعداد مسلمانان مهاجر در این کشور مشخص می‌شود. اخیراً دولت مکرون با راه اندازی مجمع اسلامی تلاش‌هایی را برای تغییر شکل اسلام در فرانسه پیش برد. اگرچه فرانسه مذهب ملی ندارد، اما اکنون مذهب در عرصه سیاسی فرانسه پیشتاز شده است. به گزارش میدل ایست آی، فرانسه یکی از بزرگترین جمعیت‌های مسلمان اروپا را در خود جای داده است که حدود 9% از جمعیت این کشور را شامل می‌شود. روابط بین جمعیت مسلمانان و غیر مسلمانان در فرانسه همیشه آسان نبوده است و 42% مسلمانان فرانسوی در مطالعه‌ای در سال 2019 گزارش دادند که احساس تبعیض می‌کنند. به دلیل این تبعیض، جمعیت مسلمانان فرانسه با آسیب‌های اقتصادی فزاینده و فقدان نمایندگی در سطوح مختلف جامعه فرانسه مواجه است. تلاش‌های مختلفی در زمینه آگاهی عمومی در مناطق مختلف در سراسر جهان در تلاش برای کاهش تبعیض علیه مسلمانان آغاز شده است. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل گفت که شمار آوارگان داخلی جنگ سودان به 2 میلیون نفر رسیده و 500,000 تن دیگر به خارج کشور آواره شدند. او در سخنانی به مناسبت روز جهانی پناهنده هشدار داد که اگر جنگ سودان پایان نیابد، مهاجرت مردم ادامه خواهد یافت. وی همچنین گفت که بحران سودان ممکن است کشورهای همسایه آفریقایی آن را هم بی‌ثبات کند. در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 29 خرداد گفت که سرعت نزول سودان به سوی مرگ و ویرانی بی‌سابقه است. جنگ مرگبار بر سر قدرت در سودان بین ارتش سودان و گروه شبه نظامی پشتیبانی سریع از 2 ماه پیش آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. دو طرف در پی تشدید اختلاف‌ها بر سر کاهش قدرت نظامیان و انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی با هم به درگیری مسلحانه پرداختند و گزارش شده که تا اکنون در این درگیری‌ها هزاران نفر کشته و زخمی شدند. دانشمندان در نپال در گزارشی هشدار دادند که با افزایش دمای زمین تا پایان قرن حدود 80%
بزرگترین یخچال‌های طبیعی کوهستانی جهان آب خواهد شد. در این گزارش که مرکز بین‌المللی توسعه یکپارچه کوهستانی روز سه‌شنبه 30 خرداد منتشر کرد، تغییر اقلیم در منطقه وسیع از افغانستان تا میانمار بررسی شده است. بر طبق این گزارش، اگر افزایش دمای هوا در جهان به 3 درجه سانتیگراد برسد، 75% یخچال‌های طبیعی در نپال، بوتان و شرق هیمالیا در معرض خطر ذوب شدن قرار خواهد گرفت و تنها با 1 درجه افزایش این میزان به 80% خواهد رسید. این گزارش افزوده که یخچال‌های طبیعی در رشته کوههای هندوکش و هیمالیا در دهه 2010 نسبت به گذشته حدود 65% سریع‌تر ذوب شدند. نویسندگان گزارش هشدار دادند که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی این منطقه منبع آب 12 رودخانه و آب شیرین حدود 2 میلیارد نفر در 16 کشور از جمله چین، هند و پاکستان را به خطر روبرو می‌کند. از سوی دیگر، سازمان جهانی هواشناسی پیش بینی کرده است که میانگین افزایش سالانه دمای هوای جهان بین سال‌های 2023 تا 2027 حدود 1.1 تا 1.8 درجه سانتیگراد خواهد شد. به گفته دانشمندان، اگر افزایش دمای هوای جهان بالاتر از 1.5 درجه سانتیگراد رود، باعث افزایش چشمگیر سیل شدید، خشکسالی، آتش سوزی جنگلی و کاهش مواد غذایی خواهد یافت.